پیمان برای رقابت با هم پیمان دیروز، پیمانی که محمد حنیف اطمر، محمد یونس قانونی و محمد محقق را زیر یک چتر آورده است. مقام جدید معاونیت سوم ریاست جمهوری بعد از تعدیل در قانون اساسی توسط دوی جرگه ایجاد می‌کند. مقام صدارت عظما در چوکات نظام ریاستی بعد از تعدیل در قانون اساسی توسط دوی جرگه ایجاد می‌کند. اطمر که از چهره های نزدیک و با اعتماد رئیس جمهور غنی بود، اکنون با شعار ایجاد اعتماد ملی و تحکیم وحدت ملی وارد میدان شده است و هدفش را نجات افغانستان از وضعیت کنونی و حکومت کنونی می داند. انحصار یک گروه کوچک و روند تصمیم گیری در مورد سرنوشت یک ملت بزرگ، هیچ نوع تلاشی که امید ایجاد کنه که مشارکت واقعی سیاسی در اجندای رهبری فعلی حکومت ما قرار داره، چنین تلاش را ما نمیبینیم. تیم صلح و اعتدال میخواهد که برای آینده سیاسی افغانستان، برای نسل آینده افغانستان، افغانستان مبتنی بر ارزش‌های جدید را در خط اعتدال و میراث بگذارند. آقای اطمر با تأکید بر شفافیت و تأمین عدالت در انتخابات ریاست جمهوری از حکومت نیز خواستی دارد. یک روز انتخابات به تأخیر مندازن، روز دیگه ثبت نامه، روز دیگه در مورد سرنوشت نهادهای انتخاباتی گپ میزنن و یک روز هم در مورد تغییر قانون انتخابات. به رهبری محترم حکومت باید بگوییم که خیر است، دی ملک کس دیگه هم است که در تصمیم شریک باشه یا صرف شماستی. محمد حنیف اطمر میگوید که تاکنون بیش از 35 حزب و جریان سیاسی و نیز بیشتر از 20 چهره سیاسی و پرنفوذ به شمول حامد کرزی، رئیس جمهوری پیشین، صبغت الله مجددی، سید منصور نادری و شماری از اعضای رهبری جمعیت اسلامی از دسته انتخاباتی وی پشتبانی کردند. اگر شما معتقد باشن که در این دور چنان تیم قدرتمند و قوی جور بکنن که دور دوم دیگه نیاز نبوده باشه. با این همه آقای اطمر و معاونانش پس از امضای توافقنامه و سخنرانی در میان هوادارانشان به کمیسیون مستقل انتخابات رفتند و در انتخابات ریاست جمهوری سال آینده ثبت نام کردند. از طریق ثبت کردن این تیکت و مردم افغانستان اطمینان بده که برای شما صلح و اعتدال فراهم میکنیم. حنیف اطمر هفتمین نامزد انتخابات ریاست جمهوری است که تاکنون ثبت نام کرده است.